سلام همه زبان آموزان عزیز، امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری جملات سوالی و جملات منفی در زبان انگلیسی بسازیم. این درس بسیار درس مهمیه، پس لطفا تا آخر ویدیو با من همراه باشین. ما تو درس‌های گذشته منفی کردن و یا سوالی کردن جملاتی که با فعل to be بودن رو یاد گرفتیم. فعل to be به معنای بودنه. خب مثلا صرفش همیشه I am، من هستم، you are، تو هستی، she is، او هست. این فعل to be. ما منفی کردن و سوالی کردن جملاتی که با فعل to be بودن رو یاد گرفتیم. حالا امروز میخواییم منفی کردن و سوالی کردن بقیه افعال رو یاد بگیریم. یعنی to be یه جوره استثناءه، متفاوت سوالی و یا منفی میشه و بقیه افعال به روش خودشون. برای منفی کردن و سوالی کردن بقیه فعل‌ها از دو فعل کمکی do و does استفاده میشه. do یا does در واقع بگیم بهتره، چون یکیشون فقط استفاده میشه. حالا do یا does یعنی چی؟ معنی نداره تو جمله. اگر برای منفی کردن یا سوالی کردن جمله به کار بره هیچ معنی نداره، فقط یک فعل کمکیه، داره به ما کمک میکنه که اون جمله رو سوالی کنیم و یا منفی کنیم، هیچ معنی پس نداره. در اصل دو داز اینطوری نیستش که مثلا یه جاهایی در واقع به عنوان فعل اصلی به کار میره که در اون صورت به معنای انجام دادنه. خب دو داز خودش هم فعله و به معنای انجام دادن هست، ولی اینجا داره به عنوان فعل کمکی استفاده میشه و به خاطر همین هیچ معنی نداره. جلوتر قشنگ همه رو براتون توضیح میدم. با همه فعل ها استفاده میشه به جز فعل to be. to be رو ما قبلا یاد دادیم چجوری اصلا جملاتی که با to be ان رو منفی یا سوالی کنیم، اینو کار نداریم. پس با همه فعل ها به غیر از فعل to be استفاده میشه. حالا ما گفتیم do یا does، در واقع گفتیم یکی از اینها استفاده میشه تو جمله. از کجا باید بفهمم do رو استفاده کنم یا does رو؟ خیلی ساده است. حرف کمکی does فقط با سوم شخص مفرد میاد، یعنی he یا she، یا میتونه اسم خاص هم باشه، مثلا سارا و محمد اینا هم میتونه باشه. فقط با سوم شخص مفرد استفاده میشه، یعنی فقط اگر مخاطبمون او هست ما از داز استفاده میکنیم. در حالی که دو با بقیه ضمایر فاعلی مثل آی به معنی من، یو، تو، وی، ما، دی، آنها، با همه ضمایر دو استفاده میشه. فقط با سوم شخص مفرد هی و شیه که داز استفاده میشه. با همین راحتی میتونیم تشخیص بدیم که کدوم استفاده کنیم. در جملات منفی همراه با نات استفاده میشه. do به علاوه not یا میشه do not یا خلاصش میشه don't، مخففش میشه don't. هم do not درسته هم don't در جملات منفی به این صورت استفاده میشه. و does به علاوه not میشه doesn't. doesn't هم does not درسته هم doesn't درسته. و اینکه اینو توجه داشته باشین که قبل از فعل میان. اگه ما بخوایم یه جمله رو منفی کنیم کافیه قبل از فعل don't و یا doesn't بذاریم. اینم فرمولش میشه، با فارسی نوشتم قشنگ براتون جا بیفته. حالا جلوتر انقدر مثال میزنیم که قشنگ بره تو ضمیر ناخودآگاهتون و یاد بگیرید. فاعل به علاوه don't یا doesn't، گفتیم بر اساس فاعل ما تشخیص میدیم که don't یا doesn't، به علاوه فعل، به علاوه بقیه اجزای جمله. حالا برای جملات سوالی چطور؟ اول جمله برای سوال پرسیدن استفاده میشه، یعنی اول جمله که میاد جمله سوالی میشه. دو در واقع اینجا فرمولش رو نوشتم، دو یا داز به علاوه فاعل، به علاوه فعل، به علاوه بقیه اجزا. یعنی یک جمله خبری مثبت رو در نظر بگیرید، اولش دو داز بذارید اون جمله سوالی شد. بریم تو مثالا ببینیم. We live in Berlin، یعنی ما در برلین زندگی میکنیم. We live یعنی ما زندگی میکنیم، in Berlin این یک جمله مثبت خبریه. گفتیم برای منفی کردنش از فعل کمکی do یا does استفاده میکنیم که حالا برای منفی میشد don't یا doesn't.
حالا از کجا بفهمیم کدومه؟ خب فاعلمون چیه؟ فاعلمون وی هست. وی با don't می اومد. فقط he و she بود که با does می اومد دیگه. بقیهشون با do بودن. پس میشه we don't live in Berlin و گفتیم don't و doesn't قبل از فعل میان. فعلمون live. پس میشه we don't live in Berlin. یعنی ما در برلین زندگی نمی کنیم. We don't live in Berlin. برای سوالی کردنش هم خیلی ساده بود. فقط یه دو داز اولش می آوردیم که از اونجایی که فاعلمون وی هست دو میاد و به جمله ما دست نمی زنیم. فقط دو رو میاریم اول جمله. Do we live in Berlin؟ آیا ما در برلین زندگی می کنیم؟ Do we live in Berlin؟ I love you. یعنی من تو را دوست دارم. I love you. یک جمله مثبت خبریه. از اونجایی که ضمیر فاعلیمون آی هست پس بعد از don't استفاده بشه. don't هم قبل از فعله. بین فاعل و فعل قرار میگیره. I don't love you. من تو رو دوست ندارم. I don't love you. من تو رو دوست ندارم. برای سوالی کردنش هم که فقط کافیه یه دو اولش اضافه کنیم. Do I love you? آیا من تو رو دوست دارم؟ Do I love you? منفیشم میشه I hate you. من ازت متنفرم. I hate you. من ازت متنفرم. یک جمله مثبت خبریه. منفی این جمله میشه I don't hate you. من ازت متنفر نیستم. I don't hate you. من از تو متنفر نیستم. سوالیش میشه Do I hate you? آیا من ازت متنفرم؟ Do I hate you? You. آیا من ازت متنفرم؟ I work as a teacher. من به عنوان یک معلم کار میکنم. I work. من کار میکنم. As a teacher. به عنوان یک معلم. یک جمله مثبت خبریه. منفیش میشه I don't work as a teacher. من به عنوان یک معلم کار نمیکنم. I don't work as a teacher. من به عنوان یک معلم کار نمی کنم. سوالش هم میشه Do I work as a teacher? آیا من به عنوان یک معلم کار می کنم؟ Do I work as a teacher? We go home. ما می رویم خانه یا ما به خانه می رویم. We go. ما می رویم home. خانه. We go home. یک جمله مثبت خبریه. منفیش میشه We don't go home. ما به خانه نمی رویم. We don't go home. ما خونه نمی ریم. سوالیش هم میشه Do we go home? آیا ما به خانه می رویم؟ Do we go home? آیا ما به خانه می رویم؟ They give the book. یعنی آنها کتاب را می دهند. They give the book. یک جمله خبری مثبته. منفیش میشه They don't give the book. آنها کتاب را نمی دهند. They don't give the book. آنها کتاب را نمی دهند. Do they give the book? آیا آنها کتاب را می دهند؟ Do they give the book? آیا آنها کتاب را می دهند؟ He gets a taxi. یعنی او یک تاکسی می گیرد. He gets a taxi. او یک تاکسی می گیرد. او یک مذکر. و یک جمله خبری مثبته. نکنه این حالت عادی کلن هیوشی صرف فعلش در زمان حال یه کوچولو متفاوت بود. مثلا بر اکثر فعلا اینطوری بودش که یه اس آخرشون اضافه می شد و توی حالا منفی یا سوالی کردن تفاوتشون اینه که به جای دو از داز براشون استفاده میشه. مثلا اینجا می خواهیم منفیش کنیم. میشه He doesn't get a taxi. او یک تاکسی نمی گیرد. He doesn't get a taxi. خب اینجا یه نکته داره. نکتهش چیه؟ دیگه نمیایم بگیم He doesn't get a taxi. نه 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 نه. دیگه فعلمون مثل بقیه فعل خواهد بود چون دیگه does رو آوردیم. خب یعنی He doesn't get a taxi غلطه. مثل بقیه فاعل ها مثل بقیه مثلا برای آی و یو و اینا چجوری صرف می شد. فعل اینجا مثل همونا صرف می شه. He doesn't get a taxi. Does he get a taxi?
آیا او تاکسی می گیرد؟ Does he get a taxi؟ آیا او تاکسی می گیرد؟ اینجا هم نها کنین gets نیست. نمیتونیم بگیم Does he get a taxi؟ غلطه. Does he get a taxi؟ فقط برای حالت مثبتشه که این فعل اسم می گیره. She comes home. یعنی او به خانه می آید. She comes home. او به خانه می آید. منفیش میشه she doesn't come home. او به خانه نمی آید. She doesn't come home. او به خانه نمی آید. سوالیش همیشه does she come home؟ آیا او به خانه می آید؟ Does she come home؟ آیا او به خانه می آید؟ پس نگاه کنین comes نمیگیم اینجا. Does she come home؟ حالا تو کامنت ها برام بنویس آیا تو به خانه می آیی؟ اینو برام به انگلیسی بنویس لطفاً و لایک و کامنت فراموشتون نشه. اگه تا حالا این کار انجام ندادین حتما کانال رو سابسکرایب کنین و زنگولش رو فعال کنین تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون بیاد و از دستشون ندین.